هفدهم ربیع الاول سال روز میلاد حضرت خاتم النبیین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علی و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است مسلمانان جهان در گوشه و کنار دنیا با بزرگداشت این روز در مجالس و محافل مختلف به جشن و سرور پرداختند همچنین زیارتگاه ها و حرم های متحر اهل بیت علیه السلام در کشورهای ایران و عراق با برگزاری جشن های باشکوه این روز را گرامی داشتند. حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله و علی دین مبین اسلام را برای جهانیان به ارمغان آوردان تا بشریت را به سمت راه و رسم درست زندگی راهنمایی کنند و در این راه دشواری های بسیار را متحمل شدند. بر اساس تاریخ و روایات هنگام ولادت ایشان تاغ کسرا در ایران شکافت و چند کنگره آن فرو ریخت آتشکده فارس پس از هزار سال روشنایی به خاموشی فرو رفت آب رود سماوه در منطقه ی کوفه زیاد شد و به جریان افتاد بطهای مکه سرنگون شدند نوری از وجود آن حضرت به سوی آسمان بلند شد و شعاعی وسیع را روشن کرد و شیطان از پرواز به سوی آسمان های هفتگانه منع شد. هفته همه ربیع الاول همچنین سال روز ولادت رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام است. ششمین وسیع و جانشین پیامبر خدا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در طول عمر پربرکت خیش تعدادی پرشمار از علمای بزرگ را تربیت کردند و از این رو روان مذهب حقیق تشیع را شیعه جعفری نیز می نامند. شیخ توسی در کتاب رجال خود تعداد شاگردان آن حضرت را 3197 مرد و 12 زن ذکر کرده که همگی از مکتب و محضر ایشان استفاده علمی بردند.